به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. در حالی که هر روز تنش‌ها در منطقه داره شدید و شدیدتر میشه، ایران هم داره در عرصه‌های مختلف با سرعت تمام به پیشرفتش ادامه میده و دوست و دشمن رو متحیر میکنه. جدیدترین شاهکار ایران هم ماهواره ایرانی پارس یک هست که آماده پرتابه. ماهواره تحقیقاتی سنجشی پارس یک ساخت متخصصین پژوهشگاه فضایی ایران به زودی در مدار خورشید آهنگ با ارتفاع 500 کیلومتر از سطح زمین قرار خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، ماهواره پارس یک ماهواره تحقیقاتی سنجشی است که مراحل طراحی، ساخت، تجمیع و آزمون آن توسط متخصصین و دانشمندان جوان کشور در پژوهشگاه فضایی ایران انجام شده و به زودی در مدار خورشید آهنگ در فاصله 500 کیلومتری از سطح زمین قرار خواهد گرفت. آقای زارع‌پور وزیر ارتباطات صبح امروز در این راستا اعلام کرد که انشالله فردا 12 پرتاب در دولت 13 صورت می‌گیرد و ماهواره سنجشی تصویر برداری پارس یک که ماهواره 100% ایرانی بوده و توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ساخته شده در مدار قرار خواهد گرفت. در جهت توسعه تعاملات بین المللی، این ماهواره با یک پرتابگر روسی به فضا پرتاب خواهد شد. خب همونطور که چند روز پیش هم عرض کردیم خدمتتون، قرار باز جشن برانداز سوزون راه بیفته. تا بحث ماهواره و ماهواره برها هست، اینم بگم که ایران تمام تحرکات نظامی غربی ها رو در منطقه توسط همین ماهواره ها کاملا رصد میکنه. آقای امیر عبداللهیان در مصاحبه‌ای که با شبکه المیادین داشت به این موضوع اشاره کرد و گفت اطلاعات و تصاویر ماهواره‌ای که ما دریافت میکنیم نشان میدهد که تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و ناوهای جنگی آمریکا در منطقه به طور شبانه روزی همچنان سلاح و مهمات و امکانات نظامی به تل‌آویو ارسال میکنند. امیر عبداللهیان در مصاحبه با شبکه خبری المیادین لبنان همچنین اشاره کرد که در اروپا همه از توقف جنگ سخن میگویند، اما انگلیس بازی دوگانه دارد. رهبران مقاومت فلسطین و لبنان تاکید دارند که همچنان در بهترین وضعیت قرار دارند. دوستان، این مصاحبه خارج از حوصله این برنامه است. اگر دوست داشتین میتونین برین تو اینترنت مفصل و مشروح این مصاحبه رو مطالعه بفرمایید. اما مورد بعدی که ایران همیشه درش پیشتاز بوده، قدرت نظامی کشور هست که به تازگی بازم رکورد زده. سایت ورلد ایندکس اعلام کرده که ایران در میان 20 قدرت اول دنیا است. این سایت جدیدترین رتبه بندی خودش از 20 قدرت اول جهان رو ارائه کرده که ایران در رتبه 18 این ارزیابی و بالاتر از برزیل و اسپانیا قرار گرفته. به نظر میرسه که معیار این ارزیابی بیشتر دو مؤلفه تولید ناخالص داخلی و قدرت نظامی هست. البته دوستان در نظر داشته باشین که در بحث قدرت نظامی فقط قدرت ارتش جمهوری اسلامی ایران محاسبه شده. تصور کنین که سپاه هم در این محاسبات در نظر گرفته بشه، اون وقت قدرت واقعی ایران کجاست؟ شما برامون کامنت کنین. خب از ایران خارج میشیم و میریم کمی اونورتر. نیروی دریایی یمن به رهبری انصرالله به ناوچه نیروی دریایی آلمان که اخیراً به تنگه باب المندب رسیده بود حمله کرد و بسیاری از موشک‌های پدافند هوایی این ناوچه رو خرج کرد. از طرف دیگه آلمان به موفقیت‌های اولین حمله یمن به خود می‌بالد، اما در واقعیت این چیزی نیست جز کاهش ذخایر پدافند هوایی این کشور که میلیون‌ها دلار براش خرج داره و تولید محدود اون دشوار و کند و با سیستم‌های چند هزار نفری هست. یمنی‌ها صبورن و منابع نامحدود و ارزانی هم دارن، اما قیافه رهبرای نظامی آلمانی به زودی دیدنی خواهد بود. این حملات در حالی صورت میگیره که انصرالله دیشب اعلام کرده بود که در صورت توقف جنگ غزه در حملاتش تجدید نظر میکنه. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن و رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سنا گفته که حملات به کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌هایی که به سمت فلسطین اشغالی حرکت می‌کنند تنها در صورت توقف جنگ غزه و محاصره این منطقه متوقف خواهد شد. او در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه
آیا در صورت توافق آتش بس در غزه این حملات نیز متوقف می شود گفت در صورتی که محاصره پایان یابد و کمک های بشر دوستانه به غزه برسد تجدید نظر خواهیم کرد. راستی در مورد اون کابل های اینترنت جهانی هم باید بگم که انصار الله این موضوع رو تکذیب کرد و در واکنش به ادعاهای رسانه‌ای گفت یمن به کابل های اینترنتی حمله نکرده و بارها بر این مسئله هم تاکید کرده. اما همزمان با انصار الله حزب الله هم بدجوری دست به کار شده و انگار تا به خواستش نرسه دست بردار نیست. مرحله بعدی انتقام حمله اسرائیل توسط حزب الله لبنان با 50 موشک و راکت انجام شد. ده ها شهرک مختلف از جنوب لبنان تا شمال عکا به طور مستقیم و همزمان توسط حزب الله مورد اصابت گلوله های راکت و موشک هایی با سر جنگی سنگین قرار گرفتند. در پی این حملات چندین کارخانه صنعتی اسرائیل در نزدیکی عکا و نهاریه در عمق 20 کیلومتری اسرائیل به آتش خاکستر تبدیل شد. گنبد آهنین هم به آبکش آهنین تبدیل شد. توجه داشته باشید که در این جنگ اخیر برخلاف گذشته زمانی که اسرائیل مناطق لبنان رو بمباران کرد حزب الله لبنان نه تنها پایگاه‌های نظامی بلکه شهرک‌ها رو هم زیر بمباران گرفت و این سیاست بازدارندگی جدید حزب الله لبنان هست که بر اساس این واقعیت استواره که هر کس در اسرائیل حضور داره به عنوان یک شبه نظامی یا نظامی اسرائیلی شناخته میشه. وگرنه اگر بخوایم مثل گذشته فقط از نظامی‌های اسرائیلی انتقام بگیریم، اسرائیل هم مثل غزه سعی میکنه برای پوشش شکستش در میدان نبرد به کشتن غیر نظامی‌ها روی بیاره. به همین دلیل هم برای حفظ جان شهروندان لبنانی واجب بود که حزب الله سراغ نقطه ضعف اصلی دوم اسرائیل بره. آستانه راهبردی جنگ آتی با اسرائیل روز به روز داره بالاتر میره دوستان و ما به سمت یک جنگ بزرگ منطقه‌ای پیش میریم، مگه اینکه آمریکا شکستش رو بپذیره و از منطقه خارج بشه و کشور مستقل فلسطین شکل بگیره. در مورد اهمیت عملیات‌های حزب الله هم باید بگم که دیشب دو عملیات بسیار سرنوشت‌ساز انجام شد. اولا پایگاه هوایی مرون با تعداد بالایی از موشک‌های هدایت شونده هدف قرار گرفت که باعث آسیب جدی به دستگاه‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی و تعطیلی کامل این پایگاه شد. دوما مقر فرماندهی تیپ 146 در جعتون در نزدیکی بندر نهاریا موشک باران شد. این اولین حمله رسمی حزب الله بعد از جنگ 33 روزه به بندر نهاریا است. رسانه‌های عبری در این زمینه میگن حزب الله امروز همزمان با حضور رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در منطقه اشغالی الجلیل مقر لشکر 146 را موشک باران کرد. این در حالیه که همین الان که داریم این ویدیو رو براتون تهیه میکنیم فاز دوم حمله حزب الله آغاز شده. ده ها موشک و راکت در موج جدید حملات مقاومت اسلامی لبنان امروز به منطقه الجلیل اولیا در شمال اسرائیل شلیک شده. به دنبال شلیک این موشک ها آژیرهای خطر هم در شهرک های کریات شمونه، کفار یوفال و دیگر مناطق اسرائیل به صدا در آمده. فعلا اسرائیلی ها در مورد تلفات و خسارات این حملات چیزی نگفتند. فقط آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق اسرائیل البته بعد از بمباران موشکی شب گذشته گفته که دولت جنگ جبهه شمالی رو از دست داده. گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم که دیده بدجوری کلاش پس معرکه است گفته که تلاش ایران، حزب الله و حماس برای تبدیل ماه رمضان به مرحله دوم هفته اکتبر و آتش زدن منطقه است و لبنان تاوان سنگینی خواهد داد. اوکی، ولی اونی که فعلا داره تاوان سخت و سنگینی پس میده اسرائیله. این عکس رو تماشا بفرمایید دوستان، متعلق به یکی از فرماندهان بلند پایه صهیونیست هست که در غزه ریغ رحمت رو سر کشیده. رسانه های عبری زبان اعلام کردند که فرمانده یکی از گروهان های تیپ گعفاتی ارتش رژیم صهیونیستی در نبردهای نوار غزه کشته شده. این تصویرم همینجا در مورد پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی در غزه و رفح تماشا بفرمایین از کمک‌های مردمی اردن که باز هم توسط هواپیماهای این کشور به دریا ریخته شده. من واقعا در مورد این همه رذالت نمیتونم چیزی بگم. شما یه کپشن برای این عکس برامون تو کامنت ها بنویسین. و اما در انتهای این ویدیو بریم سراغ اراجیف جدید عبدالله مهتدی در مورد انتخابات و پروژه جدیدش که گفته برنامه ما این است که تا حد ممکن کمترین مردم کرد در ایران
رأی بدهند. مشارکت پایین در انتخابات به ما این امکان را می‌دهد که تیم جذب خود را مجدد فعال کنیم و از میان جوانان تعداد بیشتری را برای اقدامات مسلحانه جذب نماییم. دقت می‌فرمایید دوستان که چه پلان‌های شومی برای این مرز و بوم دارند. در مورد انتخابات زیاد صحبت کردیم. شما نظرتون رو در این زمینه و صحبت‌های این تروریست برامون کامنت کنین. تو برنامه آینده مفصل در این زمینه صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.